سلام و وقت بخیر به برنامه بازنگاه خوش آمدید. رئیس جمهور غنی میگوید چیزی که افغانستان میخواست از جهانیان در نشست وارسا آن را به دست آورده است. او تاکید میکند که جامعه جهانی از حکومت افغانستان اصلاحات میخواهد. اما آیا به این زودی ها اصلاحات در افغانستان در هر عرصه ای که باشد ممکن است؟ در برنامه امشب بازنگاه به بررسی همین موارد میپردازیم. مهمانانم در این برنامه آقای دکتر عبداللطیف نظری استاد دانشگاه، آقای اسدالله ولولجی نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی و همچنین آقای غلام فاروق مجرو عضو مجلس نمایندگان با ما هستند. مهمانان بسیار خوش آمدید. آقای ولولجی، آنچه که اصلاحات خوانده می شود در افغانستان طی سالهای آینده یا سالهای پیشرو ممکن است و ممکن است که حکومت افغانستان به تعهداتش به جامعه جهانی عمل کند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه وکیل صاحب نظر است. خوب گپ زمانگیر است. این را نمیتونیم ما این در طول 40 سال جنگی که در افغانستان صورت گرفته و خصوصا بعد از سقوط طالبان در 15 سالی که فساد به سیستماتیک شده، شبکه ها با وجود آمده، این را تغییر دادنش به می شکلی که سالهای زیاد نمی حالت صورت گرفت این با وجود آمد، این را تغییر دادن بازم زمان گیر است. ما نمیتونیم که در زمان کوتاه اصلاحات با وجود بیاریم الایی که بتونیم رهبری را از عناصری که فاسد هستند پاک کنیم و موضوعات فرضاً تقسیم شدن کرسی های دولتی را به اقوام، به احزاب، ایگپا باید این گپ رفع شود، دفع شود و یک سری گپ هایی که ضروری است برای آوردن اصلاحات در نظام دولتداری، اگر امکانات همو و اگر داشته باشیم ما بتونیم از دو استفاده درست بکنیم، میشه که در کمتر وقت گپ صورت بگیره. در غیر صورت ما فکر نمی کنم که با زودی ها فساد این یک دولت خوب بزودی ها با وجود آمد نمیتونه. سپاسگزارم. آقای مجرو، ممکن است که حکومت افغانستان به تعهداتش به جامعه جهانی عمل کند؟ آنچه که اصلاحات خوانده می شود در افغانستان و آنچه که نظام آلوده به فساد افغانستان که در سراسر جهان غوغا برپا کرده. به نام خداوند بزرگ، با سلام خدمت شما همکاران محترمتان، بینندگان نهایت گرامی و همچنان دوستان حاضر در بحث. متاسفانه طی 14-15 سال اخیر فساد آنقدر ریشه دوانده که برچیدن بساط فساد در افغانستان کار یک روزه و یک شبه نیست. کار دارم اینجا همین قسمی که جناب ولولجی صاحب هم فرمودند، ولی یک انگیزه و یک اراده قوی برای ایجاد یک حکومت داری خوب و مبارزه با فساد وجود داشته باشه، چرا نه، حتما میشه. اما با این حکومت فعلی و این ترکیبه که در حکومت فعلی افغانستان هست و تقسیماتی که در این حکومت به وجود آمده، ما انتظار از این ندارم که نمیتونن که اصلاحات در سطوح مختلف وجود بیارن. شاید اصلاحات به وجود بیاید زمانی که یک رهبر و یک زعیمی به کشور به میان بیاید که او رهبر واقعا رهبر باشه، واقعا به اساس یک معامله به میان نیامده باشه، به اساس یک تقسیم شدن قدرت و یک شرکت سهمی او قدرت به دست نگرفته باشه، این قسم اراده مردم استعمال شده باشه و به اساس اراده مردم به میان بیاید و در واقع خواسته باشه که در برابر فساد و به وجود آوردن اصلاحات در افغانستان او واقعا استوار قدم بگذاره. اگر چنین چیزی شود، مطمئنن که اصلاحات به یک زمان هم نیاز داره، حتما به افغانستان آمدنی هست، ولی از حکومت وحدت ملی من خیلی چین انتظار از این ندارم که بتونه اصلاحات به وجود بیاره. ولی ای که خارجی ها از افغانستان یا تعهدات افغانستان تجدید میکنن و خود از نام تعهدات خود در برابر افغانستان تجدید میکنن، به معنای از این نیست که ما و یک دستاورد بسیار کلان رفته باشیم و اونا با توجه به دستاوردها و کارها و شاکارهایی که ما زده باشیم اونا بر ما همکاری کرده باشم. نه، جهان ولو که 1%
دستاورد هم نداشته باشیم افغانستان تنها نمیگذاره، به خاطر منافعی که در افغانستان داره تنها نمیگذاره، به خاطر نیازی که او داره افغانستان تنها نمیگذاره. ولی دقیقاً آنچه که تعهد حکومت افغانستان بر مردم و جامعه جهانی است، اصلاحات در سطوح مختلف در افغانستان ممکن است یا نه؟ آنچه که قبلا گفتین حکومت افغانستان یا حکومت وحدت ملی در توانش نیست که اصلاحات به وجود بیاورد. اول خود شعارهای انتخاباتی متاسفانه در افغانستان حال به یک تجارت تبدیل شد. چی ریاست جمهوری، پارلمان، شوراهای ولایتی و سایر نهادهای انتخاباتی، هر کس در این زمان تبلیغات انتخاباتی کوشش میکنه که به نوعی مردم جذب بکنه و امو طرف اعتماد مردم قرار بگیره. او دیگه باز وقتی به قدرت رسید دنبال او عرفانه میگرده. سونیان ما یک بار دیگه تاکید میکنم که اصلاحات ما نمیشه که افغانستان هیچ وقت اصلاحات به وجود نیاد. امروز نه فردا، فردا نه یک سال بعد اصلاحات به افغانستان به وجود میاد و عمو یک رهبر ان شاء الله به گیر افغانا میاد. و تا زمانی که عمو یک رهبر دلسوز مبتنی بر اراده مردم به افغانستان به وجود نیاد، ما انتظار از این حکومت و چنین حکومت های انتظار اصلاحات به افغانستان نداریم. آقای نظری، زمان آقای غنی اصلاحات یا از اصلاحات صحبت میکنه که به محض رسیدنش از وارسا فاسدترین شخص در نزد مردم افغانستان آقای نورستانی را سفیر تعیین میکنه، میشود توقع اصلاحات را از رئیس اجرایه و رئیس جمهور افغانستان داشته باشیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، مهمانان گرامی جناب وکیل صاحب و جناب ولوالجو صاحب و بینندگان محترم تلویزیون شما. من فکر میکنم که اصلاحات به خصوص در حوزه های سیاسی و عملکرد اقتصادی و امنیتی حکومت وحدت ملی در حال حاضر با یک بنبست استراتژیک روبرو هست. اولا اراده جدی در رهبران سیاسی وجود نداره برای آوردن اصلاحات. در مرحله دوم به نظر می رسد که حتی بحث اصلاحات هیچی که حکومت داره به یک حکومت خانوادگی تقلیل پیدا می کنه. وقتی که یک فردی که از نظر قواعد رفتاری به بازنشستگی سوق باید پیدا بکنه به عنوان سفیر افغانستان در یک کشور بزرگ گماشته میشه، این نشانگری در واقع عقیم شدن فرایند اصلاحات در افغانستان میباشه به عنوان یک نمونه. همینطور آنچه که شما اشاره کردین در ارتباط با آقای نورستانی، مدل دوم میتونه برای افکار عمومی باشه که محک بزنه که آیا چنین اراده ای در این حکومت برای آوردن اصلاحات وجود داره یا خیر. به این ترتیب است که من فکر میکنم این بیشتر به منظور فریب افکار عمومی در داخل افغانستان و در سطوح بین المللی مورد توجه و دقت نظر قرار میگیره. در غیر از این صورت من فکر نمیکنم که این حکومت حتی در آوردن اصلاحات هم به یک استراتژی یا یک راهبرد مشخص دست پیدا کرده باشه که در نهایت بتونه یک فرایند اصلاحی را مورد توجه و دقت نظر قرار بده. آقای نظری، آنچه که مردم میخواین، رئیس جمهور و رئیس اجرایه افراد فاسد، دز و بی‌بندبار را در کنار خود نمانن، اصلاحات است. ولی دقیقا چرا از اینجا آغاز نمیکنه رئیس جمهور و رئیس اجرایه؟ شما میبینین کسی که انتخابات افغانستان را به نظر مردم افغانستان به بحران برده، او را سفیر مردم افغانستان، نماینده مردم افغانستان و نماینده حکومت در خارج از کشور در اسپانیا میفرسته. ممکن است که ما توقع داشته باشیم که واقعا رئیس اجرایه و رئیس جمهور دارن اصلاحات میارن در این کشور؟ آنچه که شما اشاره کردین تنها یک نمونه میباشه، نمونه های فراوان وجود داره. حتی در کشورهای قدرتمند غربی و تاثیرگذار در تحولات افغانستان کسانی با عنوان سفیر مقرر شده اند که اینا نه تنها از منافع ملی افغانستان نمیتونن نمایندگی بکنن، بلکه با الفبای دیپلماسی هم شماره از اینا آشنایی نداره. بنابراین من فکر میکنم که این در واقع صرفا بر مبنای خاک زدن به چشم مردم افغانستان است و خوشبختانه افکار عمومی هم در داخل افغانستان به او مرحله از نبوغ و بلوغ سیاسی دست پیدا کرده که دیگه این صحبت ها را نباور بکنه
و نه در واقع اعتنای داشته باشه به چشمنداز و آینده فرایند اصلاحاتی که سوی حکومت دنبال میشه. به همین دلیل است که امروزه بیشتر فشار ما سوی افکار عمومی نسبت به حکومت وحدت ملی بخصوص سران حکومت وحدت ملی شاهد هستیم. میزان نارضایتی که نسبت به رهبران حکومت وحدت ملی وجود داره و این ما هم در سطوح رسانه‌ای و هم در سطوح اجتماعی و شبکه‌ای در حال حاضر شاهد هستیم، به خوبی یک واقعیت برملا می‌سازد که در واقع چون اراده‌ای برای آوردن اصلاحات وجود نداره و چون کارنامه حکومت وحدت ملی کارنامه بسیار بسیار ناقص، معیوب و حتی در موارد بیمار می باشه، چون وقتی که بحث خانوادگی میشه یا تنزل پیدا میکنه یک بحث ملی به یک بحث قومی، او در واقع یک بیماری هست که به تدریج جامعه افغانستان را به طرف فروپاشی سوق میده. در حال حاضر من فکر میکنم که حکومت وحدت ملی بیشتر به همین مسیر روان است و اگر فشارهای جامعه بین المللی و مردم افغانستان افزایش پیدا نکنه، برداشت من است که این حکومت حتی فرایندهای جدیدی را مورد توجه قرار خواهد داد که او باعث گسست‌های هویتی و شکاف‌های اجتماعی در داخل افغانستان خواهد شد. سپاس. آقای ولولجی، افزایش رشد اقتصادی مردم افغانستان، افزایش درآمد سرانه، بهتر شدن وضعیت اقتصادی مردم و بهتر شدن امنیت در افغانستان همه بستگی دارد به گزینش افراد در افغانستان. آیا ما مهره های را در افغانستان داریم و چینش مهره ها در افغانستان به گونه بوده که افغانستان را به خودکفایی برساند تا سال 2024؟ آیی بعد از اگر در کشورهای مثل افغانستان این امور فرهنگی، مدنی، سیاسی هر یا احزابی که ایجاد میشه با شخصیت میوار است، این اشخاص حاکمیت میکنه در افغانستان نه سیستم ها. ما اگر بتوانیم یک سیستمی خوب ایجاد بکنیم، یک سیستمی که واقعا کارا باشه، میتونه باز برنامه هایی که به شکل اصلاحی گرفته میشه و را به خوبی تطبیق بکنن. در غیر صورت ما با گزینش افراد، فقط یک فرد متخصص هم است، شایسته هم است، دانش خوب هم داره، وقتی که در رهبری ایت یک فضا وجود نداشته باشه که همچون اشخاص بتونه بپذیره و بتونه تحمل بکنه، در اون صورت باز ما نمیتونیم که بگویم ما به طرف رشد اقتصادی میاریم. و از لحاظ اصول رشد این انکشاف بشری که ما میگیم، اساس زیر معارف، این تحصیلات عالی در کشور، موضوعات صحی در کشور که باید مردم افغانستان از لحاظ بعد از سعود زمین هایی که بتونه صحت خوب داشته باشند، طول عمر، این موضوعات خیلی مؤثر است. در افغانستان ما از لحاظ خب معارف کشور ما، خب نسبت به تعلیمی که ما داریم نسبت به سابق خوب شده، واقعا این به طرف حقوق بشری شدن و به طرف از اینکه بتونه این نصاب یک ایده خوب یا گردشه خوب یا فکر خوب برای شاگردا و تا بالاخره این رشد بکنه، این کسب توسعه بیافته در سطح کشور ایجاد شده، باز همی کافی نیسته و تخصصی شدن جامعه خیلی بسیار مهم است که بودن. و دیگه ما در قوه هایی که حکومت افغانستان می سازد، فرضاً قوه اجراییه، قوه قضاییه و مقننه، این ها باید کسایی به اینجا گماشته شوند و به کار بپردازند و آورده شوند یا انتخاب شوند که بتانند وظایف که خودشان داره او را به خوبی به پیش برند. خود ما در نظام های ریاستی قدرت به شکل افقی تطبیق میشه، این یک قوه نمیتونه که در برای کارهای قوه دیگر مداخله بکنه. در افغانستان با تاسف که چنین کاری نیست، نشده تا بالی قوای مقننه ما معیوب است، اجرایی به می شکل شایسته نیست و همشه قضاییه، قوای قضاییه ما که در افغانستان فساد بیداد میکنند، دیگه بیعدالتی بیداد میکنند، تا که ما در همه عرصه ها
ایره در نظر نگیریم و هم ارزها را سرش بحث نکنیم و بهبود آورده نتانیم سری از یا نمیتونیم ما به طرف رشد اقتصادی و اجتماعی بریم. تشکر. آقای مجرو، اگر دکتر عبدالله رئیس جمهور باشد، دکتر اشرف غنی باشد یا حامد کرزی، این جهانیان به همان وعده که سالهای قبل سپردن افغانستان را کمک میکنن و باید هم بکنن. اما میشود که آنچه که رئیس جمهور افغانستان میگه که آنچه را ما میخواستیم از کشورهای جهان در نشست وارسا به دست آوردیم، واقعا میشه بگوییم که این یک نمه چگونه باید بگوییم که دستاورد حکومت وحدت ملی باشه؟ مثلا این که قوت‌های مسئله افغانستان را جهانیان حمایت میکنه، تا سال 2020 یا 2020 این جهانیان است که حمایت قاطعیشان را از قوت‌های مسئله افغانستان همچنان ادامه میتن. این واقعا دستاورد حکومت وحدت ملی است یا نه جریان به شکل است که باید جهان افغانستان را حمایت بکنه؟ حالا حامد کرزی باشه، دکتر عبدالله باشه یا دکتر اشرف غنی، هر کسی که باشه. ببینید دکتر تب اشرف غنی و دکتر تب عبدالله با توجه به مشکلاتی که در افغانستان هست و سر صداهایی هم که روان هست که بعد از مدت دو سال، یعنی با فر رسیدن بوری سنبوله سال روان، شاید اکثر سر صداها برای عدم مشروعیت حکومت هم برپا شود چون به تعهدات خود عمل نکرده، اونها یک انتظار اینچنینی را از جامعه جهانی نداشتند. وقت رفتن به اونجی جامعه جهانی از حکومت افغانستان حمایت کرد، به خصوص بعد از کشورها که در برابر پاکستان هم حرفای را داشتن مثل ترکیه، و به علاوه از کمک هایی که تا حال به افغانستان میشد، چیزی هم در قسمت افزایش کمک های مالی به افغانستان و هم در قسمت حضور نیروهای ناتو در افغانستان در آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و حمایت قاطع برای از اینا، در واقع یک دستاورد بسیار خوب بود و یک دستاورد آمدن به افغانستان. اما دستاورد برای ما چی هست؟ برای ما زمان این دستاورد میگیم که ما و میرفتیم به وارسا به جهانیان عرضه میکردیم که ما در عرصه اصلاحات این دستاورد داریم، حکومت داری خوب این قسم به میان آوردیم، با فساد اینقدر مبارزه کردیم، مواد مخدر اینقدر کم کردیم، با در تامین امنیت مردم افغانستان اینقدر موفق بودیم و این پلان را هم پیش رو داره که برای تطبیق. این برای ما می بود دستاورد، ولی این که برای ما جهان کمک میکنه و ما رو مورد حمایت قرار میده دستاورد هست، ولی یک مطلب برای ما هیچ وقت نتونستیم درست درک کنیم که جهان عاشق چشم ابروی مردم افغانستان نیست. نیم کشورهایی که به افغانستان حضور داره که اینا مسلمان باشند که ما بگوییم حداقل به خاطر دین ما کمک میکنن، یا حداقل به خاطر مذهب حمایت میکنن، یا همسایه ما اصلا حمایت میکنن، نه اونطور نیست. جهان به خاطر خود افغانستان از یک طرف در خط مقدم مبارزه با اشرف غنی قرار داره، از جانب افغانستان موقعیت فوق العاده ژئوپلیتیک در سطح منطقه داره. شما میبینید که ناتو آماده در جوار روسیه نیروهای خود را 4 برابر افزایش داده. با چی دلیل افزایش داده؟ حتما یک حرفی هست به این جهان، میخواه یک حادثه، یک تحول از این به وجود بیاید. روسها واکنش نشان میدن. گورباچوف ایره در واقع یک جنگ مینامه. پس از یک طرف در یک کنار روس ها افزایش 4 برابری نیروهای ناتو، از جانب دیگه افغانستان اینو ترک نمیکنه. بله، به هر حال افغانستان برای کنترل ما از آمریکایی ها و ناتو هیچ گاه حساب گرفته نمیتونیم که شما با مردم افغانستان چی کار میکنین. آنچه که مردم افغانستان حساب میگیرن از سردمداران حکومت وحدت ملی و گذشتگانشان حساب میگیرن، زیرا برای از اینها رأی دادن. همین ظرفیت واقعا وجود داره که اصلاحات به وجود بیاد در افغانستان در هر عرصه‌ای که باشد یا نه؟ اول خواهر کنم خدمت شما که تا حال تایی 15 سال گذشته که من نظام به نام دموکراسی داریم، خب کت از کت حساب نگرفته، نی از من وکیل کت حساب گرفته، نی از اوی رئیس جمهور. در گذشته هم خب کت برای ملت حق نمیداده، هر کت با زور شمشیر خب میامادم میگرفت، هر کت اگر میکش میره برگرسه جمهوری. او خب بحث جدا بود.
امیال هم که از کس پرسان نمیکنه به کشور. تا حال شرایط به او به او به او سرحد نرسیده که رئیس جمهور بیاید در برابر ملت حساب بگوید. اینطور نیست. کجا حساب میدن؟ از چی حساب میدن اینا به ملت؟ اما ظاهرا تمثیل کردیم برای هیره میکنن. نه. یکی اینه که بروی صفحه تلویزیون حاضر میشن یا کنفرانس مطبوعاتی رو تشکیل میدن برای مردم بگن که مردم این کار کردن. یکی است که واقعا چی کردیم برای ملت؟ هیچ کدام هیچ کار نکرده. هیچ کدام نتونستیم که با وعده‌ای که برای مردم کردیم به او وعده عمل بکنیم. اما اصلاحات ما قبلا برای شما گفتم امیال اگر شما خواسته باشین حساب بگیرین حداقل 20% تمام تعییناتی که رئیس جمهور افغانستان کرده باشه مربوط میشه به میچور اطراف خانه و خانواده رئیس جمهور افغانستان و ناشی میشه از بی‌باوری رئیس جمهور و عدم کنترل رئیس اجرایی و بیکارگی بعض از حلقات دیگر در نظام. رئیس اجرایی هم چنین کرده و ما میگم این کار کرده. بله پس حالا منظور این است که منظور رئیس اجرایی وظیفه گرفتن بود که وظیفه گرفته تشریفات هم موجود است و وظیفه رئیس جمهور هم حالا هر چه کس کار خود را میکنه دیگه. حتما رئیس اجرایی خود ما فکر میکنم از خط بیرون است و افغانستان دو چه کار هست؟ نه در قانون اساسی افغانستان کدام جایگاه حقوقی داره و نه هم در حکومت آنقدر او را خورد کرده دکتر اشرف خانی که نامش هست که مثلا یک 12 تا وزیر ما معرفی کردیم. می رئیس اجرایی هم نمی بود. حداقل برای این چه به می قومی که در کنارش هست اگر پشتون است تاجیک است هزاره هست یا انمی 12 تا چوکی می رسید که برای اینا بدن. هیچ کس هم نبودی می دادن. گیر دل از خوش کردن که ما چنین هست. میاله خیلی از کسایی هست که در افغانستان مقرر میشه ولی رئیس اجرایی خبر نداره. سپاسگزارم. ما از این چنین حکومت انتظار اصلاحات نمیتونیم داشته باشیم. ما عرض کردم قبلا به شما یک رهبر دلسوز که تمام ملت افغانستان اولاد به خود بدانه. یعنی او تو یک رهبر اگه به افغانستان به میان آمد که به فکر بچه خود، به فکر اولاد خود، به فکر امی خیش و کاکای رئیس جمهور اشرف غنی میگن که باید خیلی از کسارا تقاعد دادن که شما سن شما از 60 بالا شده. امی کاکای رئیس جمهور خبر داره که چند ساله است؟ خود رئیس جمهور میال 70 سال 80 سال سن داره. همین کاکا دی چند سال است که تازه سفیر افغانستان به یک کشور خارجی میشه. چی قسم میتونه یک آدمی که به کهولت سن، حالا ما نمیگیم که خدا ناکده وفادار نیست، ما نمیگیم که مسائل علمی و تکنیکی و تجربی از یک گوشه میگذاریم، حالا چی هست چی نیست ما یک معلومات دقیق هم نداریم. حداقل یک چیز هست، اما آدم از لحاظ سنی دماغ و فکریت او قدر کار رو میکنه که او بتونه از یک دولت از یک دولت در جامعه بین المللی بتونه چه بکنه، نمایندگی بکنه. سپاسگزارم. آقای نظری، دیدگاه ها بر این است، آنچه که آقای مجروح هم گفت که تا ماهای آینده جریان های سیاسی یا کار میکنن که حکومت وحدت ملی را نشان بتن که نامشروع است و یا هم ایجاد شده اند و روی این موضوعات کار میکنن. اگر برگزاری لوی جرگه همچنان روی ورق باقی بماند و اگر ریاست اجرایه غیر قانونی خلاف قانون اساسی افغانستان باشد و فعالیت داشته باشد و آنچه که بحث اصلاحات و مبارزه با فساد مطرح می شود، رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی افغانستان بر جهانیان و مردم افغانستان چه پاسخ خواهد گفت؟ خب ببینید، سرآغاز اصلاحات دقیقا ارتباط پیدا میکنه با سوال شما. یک نظامی که هم از نظر ساختاری و هم از نظر کارگزاری نامشروع و ناکارآمد ارزیابی شود، اولین نقطه اصلاحات باید از همینجا شروع شود. در واقع آنچه که در حال حاضر ما داریم کاملا برخلاف قانون اساسی افغانستان و برخلاف ساختار هست که در دوره پسا طالبان شکل گرفته و ناکارآمدی کارگزاران افغانستان هم این ضعف را بیشتر برملا ساخته. یعنی اگر در واقع رهبران سیاسی افغانستان کارآمدی می داشتن، کارنامه حکومت وحدت ملی تا حدودی مورد قبول مردم واقع می شود، او ضعف ساختاری تا حدودی پوشش داده می شود و چون در واقع رهبرا هم ناکارآمدتر برآمد، بنابراین در حال حاضر افکار عمومی در داخل افغانستان باورش است که این نظام هم از نظر ساختار دچار نقیصه هست و هم از نظر کارگزار در هر دو بودش باید تغییر به وجود بیاید. به همین دلیل که عده‌ای از منتقدان وضعیت فعلی
خواستار این است که بعد از چند ماه دیگه این نظام نمیتونه مشروعیت داشته باشه. ببینید در واقع مطابق قانون اساسی افغانستان هیچ قدرت خارجی حق نداره که برای مردم افغانستان تعیین تکلیف بکنه و این به سرنوشت سیاسی مردم افغانستان باز میگرده. بنابراین من فکر میکنم که این انتقادها قطعا طی هفته های آینده، ماه های آینده بیشتر برجسته خواهد شد و احتمالاً دولت با فشارهای گسترده در سطوح مختلف اجتماعی و سیاسی و اقتصادی روبرو خواهد شد. پس بنابراین من فکر میکنم یک نکته ای هست که باید روی از این تمرکز صورت بگیره. بعد دیگه در حوزه اصلاحات عملکرد اقتصادی حکومت است که حکومت تا حال را کدام برنامه برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان ارائه نکرده، چون همچنان تورم روز به روز سیر سعودی را تعیین میکنه، همچنان نرخ بیکاری افزایش پیدا میکنه و همچنان در واقع بحث سرمایه گذاری روز به روز روند افولی را تعیین میکنه. در حوزه سیاست خارجی هم ما چنین روند را تعیین میکنیم که اشاره شد، با وجود چهره های متخصص، نخبه، جوان، متعهد به منافع ملی افغانستان، کسانی به صورت 50-50 در سفارتخانه ها و مراکز دیپلماتیک افغانستان مقرر میشه که واقعا جای شرم را داره برای حکومت وحدت ملی که چطور فردا اینا میتونن از منافع ملی افغانستان با توجه به رقبایی که افغانستان در سطح منطقه داره اینا پاسداری و سیانت بکنه. همینطور در حوزه اصلاحات سیاسی، در واقع اصلاحات انتخاباتی که به عنوان یک نقطه بسیار مهم بود کاملا در حاشیه سوق پیدا کرده. اگر قرارم باشه، یعنی دورنمای کار این نشان میده که اگر قرار باشه اصلاحات انتخاباتی شکل بگیره، اصلاحات انتخاباتی از نظری آنچه که برخی از مردم و کارشناسان به این باور هستند که یک حلقه مثل ریاست جمهوری افغانستان و ریاست اجرایی افغانستان اقتصاد مردم را بهتر ساخته نمیتونن، وضعیت امنیتی را بهتر ساخته نمیتونن، اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان یا در سیستم انتخابات افغانستان آوردن نمیتونن، خائنین ملی را به دادگاه کشاندن نمیتونن، دزدان گذشته و فساد پیشگان در وزارتخانه ها و ولایت ها را به دادگاه کشاندن نمیتونن. از این رو این عده 30 میلیون نفوذ افغانستان را گرفتن به گروگان. باورمند به این هستیم که واقعا اگر امین افراد با امین دیدگاه ها باشن، واقعا ما انتظار اصلاحات را از آقای غنی و آقای عبدالله نداشته باشیم. و همین دلیل است که من فکر میکنم اگر میزان فشار افکار عمومی در سطوح مختلف بالای حکومت وحدت ملی افزایش پیدا بکنه، در نهایت حامیان بین المللی حکومت وحدت ملی هم تمکین خواهد کرد به مطالبات مردم افغانستان و اونا حاضر نیستن که به خاطر یک حکومت ناکارآمد هم هزینه های مالی پرداخت بکنه، هم افکار عمومی روز به روز علیه از اونا در داخل افغانستان شود و هم در سطح کشورهای خود با پرسش های گوناگون روبرو شود. سپاس. با تماس های مکرر که به دفتر مطبوعاتی سخنگویان رئیس جمهور یا دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری داشتیم، هیچ یک از سخنگویانش حاضر نشد که از حرف های رئیس جمهور دفاع بکنند. اضافه تر از 10 بار به معاون سخنگوی رئیس اجرایی همکاران ما تماس گرفتن، متاسفانه که گوشی خود را جواب ندادن. آقای ولوالجی، میخوایم بپرسم آنچه که بحث جوابدهی بر مردم و آنچه که پاسخگویی بر مردم از سوی سران حکومت مطرح میشود، واقعا ما حکومت پاسخگو داریم در برابر مردم و جهانیان؟ برای فعلا نه، ما فعلا حکومت به این شکل حکومت نداریم. خب مردم افغانستان واقعا در وضع نیستن که از حکومت رضایت داشته باشن. بیکاری، بی‌امنیتی و کارشکنی ها دیگه، استخبارات منطقه فعالیت شونده افغانستان، پیش برد جنگ و استخباراتی نیابتی، اینا عوامل هستن که با وجود همین عوامل نمیتونیم که ما بگویم که حکومت پاسخگو داریم. حکومت با او حد توانایی و قدرت هم نداره که همه را مهار بکنه. به حساب باید مردم افغانستان، یعنی خود مردم باید تلاش بکنن در هر عرصه. مثلا از کدام راه ها و چگونه؟ خب ببینید، شما همین یک گپ مثبتی که فعلا وجود داره، تحرک مردم به خاطر حفظ امنیت مناطقشان که علیه دایش جنگیدن، علیه طالب جنگیدن و همکاری کردن با نیروهای دولتی
و دیگه خودی مردم بتونن حلقه های فشار به وجود بیارن، نیادهای مدنی، نیادهای فرهنگی، اجتماعی، این نیادها تشکیل شوه، این یک جامعه مدنی و نیادهای مدنی به وجود بیاد که بتونه قدرت آوردن فشار داشته باشه. حالا دیگه بارها ما هم گفتیم، همه کارشناس های عزیز میگن که این حکومت 50 در 50 است، یکی فرزند این حکومت در داخل خود حکومت چندین حکومت وجود داره، یک خلای بسیار بزرگ است که نمیتونه به طرف یک حرکت خوب برا بندازه و مردم قانع شون، یا حداقل انتظار داشته باشن که در آینده میتونن یا سالی بعد یا 2 سال بعد میتونن با یک آرزو آمالی که دارن او را به او برسن. به حساب کوشش شوه، مردم هم تلاش کرده بتونه. ما یه دیگه بار هم گفتیم در افغانستان، در قانون اساسی افغانستان یک رفراندوم وجود داره که او را رئیس جمهور میتونه او را برا بندازه. ما ویتوی مردم نداریم، ابتکار عام نداریم که دیگه کشورهایی که دموکراسی در وجه قوت داره در قانون اساسی شان است و فعلا در قانون اساسی چه نیادهای را وقتی چنین امکانات و قوتی را نیادهای داشته باشه که مردم با استفاده از او بالای حکومت فشار بیاره، بازم نمیتونیم. شرایط به شکلی است که حتی امروز ما قانون اساسی خود تطبیق کرده نتونستیم و تشکلات که فعلا وجود داره، کارهایی که صورت میگیره مغایر قانون اساسی ماست، مغایر احکام قانون اساسی ماست و این حاکمیت قانون به شکلی که باید تطبیق شود فعلا نه در دوره حاکمیت جناب کرزی صاحب تطبیق شود نه هم فعلا، یک نقص بسیار زیاد بزرگ است و خدا کنه که ما و شما بتونیم دولت را در آینده داشته باشیم که جوابگو باشه. و تشکر. سخنگویان رئیس جمهور که تماس داشتیم امرایشان در این بحث شرکت نکردند. هر بار که حرف از حکومت وحدت ملی مطرح می شود، نکات ضعف این حکومت بیشتر می باشد. چگونه ممکن است که نقاط قوت این حکومت بیشتر شود؟ بسیار ساده و راحت است. زمانی که رئیس جمهور افغانستان به عنوان زعیم، به عنوان رهبر و به عنوان پدر یک ملک، همه ملت افغانستان اولاد خود فکر بکنه بدون در نظر داشت قوم، سمت، زبان، کار به اهل کار بسواره. یقینا که نقاط قوت و حکمت به مراتب بیشتر میشه از نقاط ضعف. ما خیلی افراد شایسته، کار آزموده، صادق و متعهد در این وطن داریم که حتی یک بست 6 هم بدون پیدا نمیشه، ولی خیلی کسایی هم داریم که امولیاقت بست 6 تر هم نداره. میبینی که یک پست بسیار کلان دولتی را بند انداخته و بر مردم حکم فرمایی میکنه. اینمی است که نقاط ضعف حکومت زیاد هست. گرچه حکومت یک برای زندگی را که نسبت به حکومت گذاشته داره که توجه حکومت به زربانه های افغانستان بیشتر شد. در این شک وجود داره، علاقه مندی داره. مانند کدام زربانه ها؟ مثل توجه به بند و انهار، معادن، چیزهایی که پروژه های زیربنایی که بتانه برای امنیت افغانستان و برای اقتصاد افغانستان تاثیر داشته باشه، این حکومت علاقمندی داره، ولی خب او هم بستگی داره به امنیت که واقعا امنیتی هست که پروژه ها چی شوه تطبیق شوه یا نه. ولی این حکومت هم این حکومت گذاشته فقط کوشش کردن که خشخوری بکنن یک ده افراد بر مبنای روابط، قوم، خش، سمت، زبان، ولایت اونا رو به کار بگمارن. این وقت حکومت به نام وحدت ملی آینه تمام نمای مردم افغانستان نباشه، خب طبیعتا کار کرده نمیتونه. شما من برای شما مثال میارم از ولایت بادغیس. شما اگر یک نفر به ولایت بادغیس یک سمونیار نشان دادن، اینی ما به تلویزیون به می چه میشینم به می میده شما میشینم از می حکومت مذارت قایم میکنم. یک نفر اینا دارن رئیس ارکان یک لوا است، قطع است، نمیفهم چی است. همون 3 سال میشه رئیس ارکان است ولی به 3 سال طوال منظوری از ایدم نداده. این به مو قسم وقتی یک ولایت این قسم کوبیده شود و یک ولایت دیگه 100 برابر از حق داشته باشه، طبیعتا که نقاط ضعف حکومت بیشتر هست. می بار گران خودخواهی یک مشکل کلان دیگه هم داره.
خودمیوری یک مشکلات کلان دیگه هم داره. بار گران تمام مشکلات و مسئولیت ها میفته سر شونه یک نفر محدود، اینا هم از دیر از بار گران بلند شده نمیتونه. اینا یک کار نمی کنن که همه مردم افغانستان فرا بخوانند تا نیمی بار گران اینا برای از اینا آسان تمام شده و ایر از جا بردارن، این کار نمی کنن. اینا کوشش می کنن که میخوان ملت خوش باشه، میخوان نباشه. اینا هم یک افرادی که با اونا ارتباط داره، خواه کارآمد باشه خواه کارآمد نباشه، یعنی پست‌های مهم دولتی به اونا میسپارن، با جاهای بسیار حساس اونا رو میگمارن به خاطر از اینکه هر کاری که خواست باشن بکنن و کس صدای از اونا رو نشنوه. ولی اون ملت مسلمان و پابرهنه که برای از اینا رفتن، رای دادن، جان دادن، زحمت کشیدن، امید داشتن، اونا بیکار به کوچه و بازار میگردن و برای از اینا کارم پیدا نمیشه. شما ما رو قبول بفرمایید که در شهری که ما از اون نمایندگی میکنیم به عنوان وکیل هرات، حداقل یک میلیون ما افراد تحصیل کرده داریم، ولی ادمی یک میلیون افراد تحصیل کرده از 50 نفر هم کسی استفاده نمی کنه. سپاسگزارم. به قسم حکومت به نقاط قوت پیدا کردن بسیار مشکل. تشکر. این روزها رئیس جمهور افغانستان هم نقاط یا همو مسائل ضعف مردم را خوب گیر کرده. هر بار میه و میگه که پاکستان حمایت نمیکنه پروسه صلح افغانستان را، پاکستانی ها هستن که جنگ را اینجا در دادن، پاکستانی ها هست که تروریست بر ما فرسته و پاکستانی ها هست که تمویل میکنن طالبان را. این یک حقیقت است، اما عملکرد رئیس جمهور افغانستان چی است؟ به دفتر جنرالان پاکستانی شخص رئیس جمهور افغانستان رفت که توهین بر مردم افغانستان خوانده شد، تا سرحد امضای توافقنامه استخباراتی با پاکستانی ها پیش رفتن. واقعا می شود با این حالت با منطقه کنار بریم، در بخش صلح و پروسه صلح افغانستان با همسایه ها کنار بیم و با جهانیان کنار بیم و برای مردم افغانستان واقعا حکومت پاسخگو باشه؟ خب واقعیت است که حکومت افغانستان تا زمانی که در سه حوزه کار اساسی انجام نده، هیچگاه ما نمیتونیم به یک چشمانداز روشن از جمله در ارتباط با صلح افغانستان امیدوار باشیم. یکی در حوزه سیاست خارجی که ارتباط پیدا میکنه با روابط ما با پاکستان، مسئله صلح افغانستان، دوم بهبود در عملکرد اقتصادی حکومت و سوم اصلاحات داخلی. متاسفانه به نظر میرسه که در هر سه مورد هنوز یک استراتژی و سند جامع راهبردی در کنار فقدان انگیزه سیاسی و عنوان یک متغیر تاثیرگذار عمل میکنه. بله، دقیقاً امروز رئیس جمهور افغانستان میگه که ما حمایت جامعه جهانی را برای مبارزه با هرس افغانی در افغانستان به دست آوردیم و میگه که گپ برای بسیار مردم خنده آور بود. رئیس جمهور افغانستان دقیقاً امروز این گونه صحبت میکرد که هیچ خارجی در افغانستان نبوده، هیچ توافقنامه با خارجی ها امضا نشده و گویا همه ارتباطات افغانستان را شخص رئیس جمهور با خارجی ها تامین کرده باشد. چگونه ممکن است که رئیس جمهور افغانستان بیا و این گونه مردم را کوچک بسازه و برشان بگه که ما همه این کارها را کردیم؟ بحث دیگر هم برمیگرده به این که واقعا جهانیان به گفته شخص رئیس جمهور و رئیس اجرایه دارن افغانستان را کمک میکنن یا نه مسئله دیگر است که آقای مجروح هم به او اشاره کردن. ببینید، حتی آنچه که اشاره شد و رئیس جمهور در حال حاضر سکر به نام خود ضرب میکنه، اینا اساسش تی 14 سال گذشته گذاشته شده و حتی بعضی های از اینا به مراتب بیشتر از 14 سال، 30 سال در واقع عمر داره که در نهایت امروزه به ثمر نشسته بعضی از بندهایی که در افغانستان اعمار شده. پس این مردم افغانستان میدانه و دومی که تحولات منطقه و شرایط خاص افغانستان باعث این شد که جهان حمایت خود را از افغانستان ادامه بده، نه برنامه حکومت افغانستان. این هم دنیا میدانه، هم مردم افغانستان میدانه. و سومی که حتی حکومت افغانستان و از جمله شخص رئیس جمهور افغانستان به نظر میرسه که هنوز تعریف واضح و روشنی از بحث اصلاحات نداره که روش تاکید میکنه. آیا اصلاحات به منظور مبارزه با فساد اداری نباید از پیرامون رئیس جمهور شروع شود؟ اگر مفسدان اقتصادی در کنار رئیس جمهور در سطوح بالای حکومت حضور داشته باشه، مردم افغانستان باور خواهد کرد که رئیس جمهور اراده برای مبارزه با فساد دارد. همینطور اگر در واقع آقای نورستانی به عنوان رئیس کمیسیون انتخابات سفیر مقرر میشه
یا قرار است بجای مسئولان فعلی کمیسیون انتخابات 50-50 بین دو طرف تقسیم شود و صرفا تغییر به وجود بیاید، این مردم افغانستان باور خواهد کرد که اصلاحات است؟ ببینید، اصلاحات است که شما نسبت به روندهای گذشته وضعیت بهتر بسازید، نه صرفا جابجایی و تغییر مهره ها، این اصلاحات کس نمیگه. بنابراین اگر یک فرد شایسته تر از گذشته ها، یعنی نسبت به حکومت قبلی، در هر بود مورد توجه قرار گرفت، ما میتونیم اصلاحات بنامیم. در غیر از این صورت من فکر میکنم آنچه که ما شاهد بودیم، حکومت وحدت ملی کاملا سیر نزولی رو طی کرده و در ابعاد مختلف از جمله در بحث امنیت و صلح وضعیت افغانستان پیچیده تر از گذشته شده و در واقع افت جایگاه افغانستان در سطوح منطقه‌ای و بین المللی کاملا محسوس میباشه. بنابراین من فکر میکنم که رئیس جمهور افغانستان خوب است که صادقانه با مردم خود صحبت بگوید یا صحبت کنه، یک فرایند شفاف و پاسخگو در نظام خود مورد توجه قرار بده تا اینکه در واقع مردم افغانستان هم امیدوار شد. و وقتی مردم افغانستان امیدوار شد، از نظام سیاسی خود حمایت میکنه. مردم بزارم. دشمن رئیس جمهور و دشمن نظام نیست. مردم نگاه انتقادی به فرایند داره و میخواهند که یک نظام پاسخگو و شفاف داشته باشه. تشکر. زمانی که آقای ولولجی از اینجا آغاز میکنم، بهتر است که نام بعض از افراد بگیرم. فاروق وردک وزیر پیشین معارف افغانستان متهم به فساد اداری، یوسف نورستانی متهم به بحران بردن انتخابات افغانستان، زاخلوال متهم به سقوط کابل بانک در افغانستان. این افراد در کنار رئیس جمهور باشند، چگونه ممکن است که رئیس جمهور اصلاحات به وجود بیاره؟ سوال دیگر این که ممکن بیننده ما هم بپرسه، از کجا باید اصلاحات آغاز شود؟ چند فرد را که من نام گرفتم، ده ها تن دیگرشان هم است که در اطراف رئیس جمهور و رئیس اجرایه هستند. ای به ارتباط میگیره که رئیس جمهور از این افراد چی میخواید و چی کار توسط این افراد میتونه اجرا بکنه، و اگر به شکل سمبولیک اینا را آورده باشه و این صلاحیت اجرایی نداشته باشن. دقیقا بر ما به عنوان یک شهروند، بعد به عنوان یک خبرنگار، جای سوال است که پاکستانی ها میتونن که نخست وزیر خود را به دادگاه بکشنن، زندانیشان بسازن. ایرانی ها در چندین مرحله تانستن که مقامات دولتی خود را به دادگاه بکشنن. فرانسوی ها و آمریکایی ها و آلمان ها هم قسم همین قسم. چی باعث میشه که خود افغان ها و شخص رئیس جمهور نمیتونه که 4 تا آدم فاسد و مفسد اقتصادی و دوز کلان را به دادگاه بکشنه؟ این گپ رو یک دوست گفتن خوب نیست. خب اما به هر حال چیزی که حقیقت است و این یک حرف عام است در بین مردم افغانستان هستن اینها، واقعا که اگر مبالغه نکرده باشیم، یعنی یک حرف حقیقت است. نمیگیم که شخصیت های بسیار پاک هستن یا نمیگیم که اینا خلا ندارن. به هر حال اگر فساد کرد، اگر پول از جیب مردم و از دارایی همه برد، دوز است. این تعریف دوز است دیگه. بفرمایید، حرف شما را میشنویم. صحیح هست، من تو مام طرفدار از این نیستم که این اشخاص دوباره بیاید عریکه قدرت بنشینه یا مشوره بده برای رئیس جمهور یا رئیس اجراییه. نه تنها ما، تمام ملت افغانستان نمیخواهد، و حتی کسایی که برای ما شما کمک میکنن، کشورهای خارجی، اونا هم نمیخواین. اما این که چرا اینها رو پس دوباره در اطراف خود جمع کرده رئیس جمهور رو دیگه جوابش خودشان بتن. سپاسگزارم. منتها ما اگر ما افغانا خود خود نسازیم و این منافع ملی خود برتر از دیگه منفعت های قومی و زبانی و گپان ندانیم، تلاش نکنیم، هیچ کس ما رو ساخته نمیتونه. و خود ما باید تلاش بکنیم در آوردن افراد خوب و ساختن یک سیستم خوب، باز میتونیم که یک حکومت خوب داشته باشیم. تشکر. سخنگویان رئیس جمهور در این بحث شرکت نکردند. سوالاتی که مربوط به اونا میشه بی پاسخ مانده. آقای مجرو، اصلاحات از کجا باید آغاز شود؟ اصلاحات از درون ارگ ریاست جمهوری و از درون ارگ سپیدار باید شروع شود و در تمام سطوح او ریشه بدوانه. اصلاحات در همه سطوح، در عرصه نظامی، اقتصادی، به کارگیری افراد شایسته و نخبه متحد، بدون در نظر داشت قبلا گفتم که به مسائل قومی و جنسیتی و سمتی و زبانی، اگر میخوان که برای مردم افغانستان خدمت بکنند، باید اما افراد صادق و متحد در افغانستان پیدا بکنند
که زیاد هم هست متاسفانه برای اونا فرصت میسر نمیشه و از اونا در کار بگیرند در حکومت افغانستان تا از یک طرف اصلاحات به میان بیاید از یک طرف دیگه بتونن در آینده هم اینا در حکومت های افغانستان نقش داشته باشند. تشکر آقای مجرا، آقای ولولجی و آقای نظری از حضورتان در بحث امشب بازنگاه. سخنگویان رئیس جمهور در این بحث شرکت نکردند و سوالاتی که مربوط به اونا میشد بی‌پاسخ ماند. تا فرصتی دیگر خدا نگهدار.